سلام دوستان و همسفرهای عزیزم، به کانال ما خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوبه، خوب باشه. سفرمون رو با شهر همدان، پایتخت باستانی ایران، شهر ابن سینا، شهر بابا طاهر ادامه میدیم و با همدیگه میریم تا ببینیم چه ماجراهایی در این شهر منتظر ماست. امیدوارم مثل سفرهای قبلی توی این سفر نیز منو تنها نذاریم، با من همراه باشید. مجسمه شیر سنگی از یادمان‌های تاریخ باستان و یکی از آثار ملی ایران است که در شهر همدان قرار دارد. تپه‌ای که هم‌اکنون تندیس شیر سنگی بر روی اون جای گرفته، تپه‌ای باستانیه که تابوت متعلق به دوره اشکانی از آن محل یافت شده و در موزه تپه حکمتانه نگهداری می شود. در زمانی که دیلمیان همدان را به تصرف خود در آوردند، دروازه شهر را به کلی تخریب کردند. دیلمیان قصد داشتند که شیر سنگی را به ری منتقل کنند و چون موفق نشدند، پنجه های یکی از شیرها را شکستند و دیگری رو به طور کامل تخریب نمودن. مجسمه آسیب دیده توسط مهندس سیحون، طراح و معمار آرامگاه بوعلی سینا در جایگاه کنونی اون قرار داده شده است. در مورد تاریخ ساخت مجسمه اختلاف وجود داره. برخی باستانشناسان و تاریخ نویسان مجسمه رو بازمانده تمدن مادها میدونن و برخی نیز این اثر رو یادگار دوران سلوکی و اشکانی و بعضی هامون رو یادگار دوران اسکندر مقدونی میدونن. آرامگاه بوعلی سینا بنای یاد بوده ابن سینا، فیلسوف، دانشمند و پزشک ایرانی که در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان واقع شده است. آرامگاه بوعلی سینا به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. بنای قبلی آرامگاه بوعلی سینا در زمان قاجاریه ساخته شده بود و مقدمات ساخت بنای کنونی در سال 1322 خورشیدی فراهم شد که محمد رضا شاه پهلوی شخصاً 100 هزار تومان برای ساخت آرامگاه گذاشت و انجمن آثار ملی نقشه ساختمان آرامگاه رو به مناقصه گذاشتند. مناقصه رو مهندسین ایرانی بردند و طرح آرامگاه رو مهندس هوشنگ سیحون به سبک معماری دوره و سده‌ای که بوعلی سینا در آن میزیسته از روی قدیمی‌ترین بنای تاریخ دارالاسلامی، یعنی برج گنبد قابوس در شهر گنبد قابوس اقتباس نموده است. مقبره ابوالقاسم عارف قزوینی، شاعر ملی ایران، در حیات شرقی آرامگاه روبروی درب ورودی قرار گرفته است. ابوالقاسم عارف قزوینی شاعر و ترانه‌سرای پیشرو عصر مشروطیت بود و به عنوان
شاعر ملی ایران شناخته شده است. بنای آرامگاه بوعلی سینا تلفیقی از دو سبک معماری ایران باستان و ایران بعد از اسلام است. در طراحی این مجموعه از عناصری از هنر معماری سنتی ایرانی استفاده شده است. عناصری مانند برج الهام گرفته از برج گنبد قابوس، باغچه‌ها متأثر از باغ‌های ایرانی، آبنماها الهام گرفته از بازخانه‌های سنتی و نمایی با روکار سنگ‌های حجیم و خشن خارا که با سنگ گرانیت کوهستان الوند آراسته شده و نمودار کاخ‌های باستانی ایران باستان می‌باشد. به گفته سیحون در کتاب نیم قرن آثار معماری و نقاشی سیحون، ده ستون ایوان نشانه ده قرن پس از بوعلی است. با توجه به اینکه ساخت این آرامگاه به مناسبت گرامی داشته هزاره بوعلی بود و دوازده ستون نمادی از دوازده دانشی است که بوعلی سینا در روزگار خود بر همه آنها چیره بوده است. کار ساخت بنای جدید آرامگاه در سال 1333 به پایان رسید. آرامگاه روز 9 اردیبهشت سال 33 با حضور محمد رضا شاه پهلوی و ملک ثریا افتتاح شد. محل آرامگاه جدید بوعلی سینا منزل مسکونی و مقبره فردی به نام ابو سعید دخوک، دوست صمیمی بوعلی سینا بوده است که بقایای جسد بوعلی سینا هم به این مکان منتقل و دفن شد. در غرفه آثار بوعلی عکسی از جمجمه بوعلی نیز در معرض دید گذاشته شده که هنگام جابجایی مقبره تهیه شده است. در حال حاضر تالار جنوبی آرامگاه به عنوان موزه محل نگهداری سکه، سفال، برنز و سایر اشیای کشف شده مربوط به هزاره های قبل از میلاد و دوران اسلامی اختصاص یافته و در تالار شمالی کتابخانه مشتمل بر 8000 جلد کتاب خطی و چاپی نفیس ایرانی و خارجی و غرفه های مربوط به آثار بوعلی سینا، شعرا و نویسندگان همدانی نگهداری می شود.
آرامگاه بابا طاهر اوریان مربوط به دوره معاصر است و در شهر همدان میدان بابا طاهر واقع شده. این اثر به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. آرامگاه بابا طاهر در مرکز میدانی مستطیل شکل زیبا سرسبز با گنبدی فیروزه‌ای منشوری شکل بر قاعده‌ای 8 ضلعی بر بالای تپه‌ای کم ارتفاع قرار دارد. سقف آرامگاه کاشی‌کاری معرق می‌باشد. برج آرامگاه بر قاعده‌ای 8 ضلعی واقع شده که ارتفاع آن از سطح فوقانی تپه 20.35 متر و از کف خیابان 25.30 متر می باشد. ستونهای هشتگانه برج، قطعه سنگ مزار، کف و پله های آرامگاه از سنگ گرانیت حجاری شده است و بنای اصلی نیز به ابعاد 10x10 متر با مجموعی از منشورها پوشیده شده و دارای مدخلهای ورودی و منفذهای نور می باشد. نما و فرش بنای آرامگاه بابا طاهر از سنگ است و در داخل آن کتیبه هایی از کاشی وجود دارد. بابا طاهر حدوداً در اواخر قرن 4 و اوایل قرن 5 میزیسته. از شعرا و عرفای بزرگ روزگار خیش است و یکی از مشهورترین دو بیتی سرایان ایرانی می باشد که گذشت زمان نتوانسته دو بیتی های شورانگیزش رو که به زبان پهلوی سرود است از یادها بزداید. در محوطه داخلی این آرامگاه 24 دو بیتی بر روی 24 قطعه سنگ زیبا حک شده و در قسمت پایین اطراف محوطه داخلی مزار نصب شده است. دل عاشق مثال چوب تربی سری سوت سری. آرامگاه بابا طاهر بر فراز تپه‌ای در شمال باختری همدان قرار دارد. این بنا در طول قرون مختلف شاهد تخریب و بازسازی های متعدد بوده است. قدمت مقبره اصلی بابا طاهر به دوره سلجوقیان میرسد و در قرن 6 هجری یک برج 8 ضلعی آجری بر روی قبر بابا طاهر ساخته شده بود که بعدها بر اثر مرور زمان ویران شد. از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوندا به حق 8 و 4 ز ما بگذر شطور دیدی ندیدی.
بنای جدید مقبره در زمان پهلوی اول از طرف شهرداری همدان به جای بنای قدیمی ساخته شده که مصالح آن بیشتر آجر می باشد. در جریان همین بازسازی لوح کاشی مربوط به قرن 7 هجری که هم اکنون در موزه ایران باستان نگهداری می شود به دست آمد. بر روی این کاشی فیروزه‌ای رنگ آیات قرآن مجید به خط کوفی برجسته نوشته شده است. احداث بنای جدید در سال 1348 خورشیدی با همت انجمن آثار ملی و شهرداری همدان و توسط مهندس محسن فروغی انجام شده است. آرامگاه جدید شاهکاری ممتاز و بدیع از معماری عصر جدید است که طرح اصلی آن تلفیقی از معماری قرون 7 و 8 هجری و عصر حاضر می باشد. بعد از بازدید آرامگاه بابا طاهر تصمیم گرفتیم از زیارتگاه استر و مردخای به که بخی یهودی هست و براتون تصاویر رو تهیه کنم که متاسفانه در مراجعه به این بخه برای بازدید عموم بسته شده بود و نتونستم از این زیارتگاه تصاویر رو براتون بگیرم. این بخه در خیابان شریعتی شهر همدان، مرکز شهر همدان قرار دارد.
دوستان عزیز، به انتهای قسمت اول سفر به شهر همدان رسیدیم. امیدوارم از تماشای تصاویر این ویدئو لذت برده باشیم. عزیزان، اگه انتقاد و پیشنهادی در مورد ویدئوها دارین، لطفاً در قسمت کامنت ها برام بنویسین. امید دیدارتون در قسمت های بعدی سفر به استان همدان.